گاهی اوقات با مردم شهر با معاملات خود با مردم ما خیلی مهربان هستیم، اما در خانه چهره دیگر داریم. در خانه یک مستبد هستیم، در خانه یک ظالم هستیم، در خانه یک زیرپا کننده هستیم، در خانه یک دشمنی کننده هستیم، در خانه یک دشنام دهنده هستیم، در خانه یک انسان پریشان، عبوس، غمگین و یک انسان ناسالم. اونها که در پشت درازهای بستن شستگی هستن و مهربانی نیاز دارن. ما فرشته نیستیم، اونها را هم فرشته فرض نکنه. ما هم اشتباهات داریم، اونها هم اشتباهات دارن. اگر یک اشتباهی را مرتکب شده 20 خوبی دیگه داره. یک اشتباهی را مرتکب شده 20 خوبی دیگه خانمت داره، دخترت داره، خواهرت داره. ظلم نکنیم بالای اونها. نکنیم که الله متعال فرموده که میگه الرجال قوامون علی النساء، از این استدلال غلط نکنیم که مردها تسلط داره به زنهایی به این معنا نیست که ظلم کو بالایش، زیر پایش کو. اگر احیانا تو نیکی میکنی، الله متعال تو رو توسط عفوت درجه تو رو بلند میبره. اگر خانمت با تو بدی داره، اگر با تو بدی میگه تو نیکی کن، الله متعال میخواه که تو عفو کنه تا تو رو بزرگوار بگردانه، تا تو رو ببخشه. تو بالایش ظلم نکن. یکی از بزرگوارا، یکی از علما بر خانم خود گفته بود، گفت اگر کدام وقت من خشمگین شدم تو مرا آرام کن، اگر تو خشمگین شدی من تو رو آرام میکنم. اگر امی تو نباشه زندگی ما تو به زودترین فرصت سقوط میکنه، اولادای ما تو، فرزندای ما تو بی سرنوشت میشه. چرا یک لحظه تحمل در مقابل اینها نداره؟ طور فکر میکنه که من بالا هستم، دست بالا دارم دیگه زیر پا کنم. نه خیر، الله متعال باز انتقام گرنده است. بترس از او کسی که تنها حامیش الله باشه، حامی او الله است. با فرزندایتان محبت کن. والله العظیم قسم، در خانواده ای که بخشش نباشه، در خانواده ای که مهربانی نباشه، در خانه ای که محبت نباشه، صمیمیت نباشه، عفو گذشت نباشه، او خانواده ها فرزندایشان بزرگ نمیشه. شاید قد و قامت بکشه اما پروبال نمیکشه، رشد نمیکنه، شخصیت نمیشه، او سرکوب میشه، لتوکوب میشه، زیر پا میشه، اعتماد به نفس نداره، بی جرأت نمیتونه یک کار را از خود انجام بده. این خانواده ها رو با این سرکوب نسازم. خانه عبارت از چهار اتاق زیبا و با دکوریشن نیست. خانواده به معنای این نیست که خوب زیبا خانواده باشی، خانه هست خانواده هست. نه خیر، خانه محل امنیت آرامش هست. خانه محل است که لبخند بزنی و لبخند ببینی. خانه محل هست، محل مهربانی و صمیمیت. این خانه گفته میشه. این خانه باز اگر زیر یک خیمه هم باشه خانه هست، اما او خانه ای که در داخلش دشمنی و بغض و خصومت هست که قصرم هم باشه جهنم هست. با یادتان باشه، با محبت هست که زندگی رشد میکنه. این محبت هست که زندگی رو زیبا کرده. یک نفر را میبینی که در زیر خیمه با خانم خود خوب زندگی داره، اما دیگر میبینی در داخل قصر با او دشمنی داره. قتل های مرموز صورت میگیره به خاطر یک لحظه، یکی نمیتونه مردم را ببخشه.